اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن علي ابن موسى الرضا ورحمه الله وبركاته. امروز اولین روز جمعه ماه ذی الحجه است و در کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار داریم و بعد از نماز جمعه. در نماز جمعه این هفته یک تعداد از کسانی که آمده بودند و از همین جا زیارت امام رضا علیه السلام را انجام می دهند و حرکت می کنند، از همین الان به طرف کربلای معلا با پای پیاده. شما ببینید حدود بیش از 2000 کیلومتر، شاید بیشتر و کمتر، این فاصله هست. از همین جا به عشق ابو عبدالله الحسین علیه السلام در اوائل ماه ذی الحجه، زمانی که بعضی از حجاج احرام می‌بندند به طرف مکه، اینها به تبعیت امام حسین علیه السلام احرام می‌بندند و یا خودشان را آماده می‌کنند، اما نه برای مکه و مدینه بلکه برای سرزمین عشق کربلای معلا. واقعا این انسان‌ها را وقت انسان مشاهده می‌کند، این عزم و اراده‌ای که حدود ده هزاران کیلومتر را طی میکنن از همین جا به طرف کربلای معلا. یک استاپ بکنید. که ما پیاده می رویم، اینها حرکت میکنن از حرم مطهر امام رضا علیه السلام و حدود تقریبا 2 ماه 2.5 ماه طی مسافت میکنن و خودشان را به کربلای معلا و حرم امام حسین علیه السلام میرسانن. لذا این روایاتی که ما درباره امام رضا علیه السلام و زیارت امام رضا علیه السلام داریم خیلی روایات عجیبی هست که فرمودن کسی که امام رضا علیه السلام را زیارت بکند که انهو اینها معصومین علیه السلام را زیارت کرده است. بنابراین روایتی که هر کسی امام رضا علیه السلام را قبول داشته باشد، 12 امام را کامل قبول دارد. چون یک عده ما افرادی داریم که اونها 6 امامی هستند، بعضیا 4 امامی هستند. لذا زواری که از اینجا حرکت میکنن به طرف کربلای معلا، مسلما کسانی هستند که اونها اعتقاد کامل به 12 امام دارند. و همچنین درباره فضل زیارت امام حسین علیه السلام روایات زیادی هست. از جمله فرمودن من زار قبر ابی عبدالله به شط الفرات که من زار الله فوق عرشه. کسی که امام حسین علیه السلام را در کربلا زیارت میکند، مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده است. و یا امام صادق علیه السلام یک دعای زیبایی در برای کسانی که به زیارت قبر ابو عبدالله الحسین علیه السلام مشرف میشوند دارند. راوی میگوید که من رفتم به در خانه امام صادق علیه السلام و درخواست کردم که بیایم و زیارت بکنم امام صادق علیه السلام را. خب از اونجا ندا داده شده بود که شما داخل بشوید. وقتی داخل شدم دیدم که امام صادق علیه السلام در حال نماز هستند. وقتی نماز را خواندند رفتن به سجده، شروع کردن به دعا کردن که این دعا دعای طولانی هست، اما ما چند فرازش رو میخوانیم. یا من خصنا بالکرامه و خصنا بالوصیه و وعدنا الشفاعه. ای خدایی که کرامت رو به ما اختصاص دادی، وصایت رو بر ما اختصاص دادی و شفاعت رو بر ما وعده دادی، و اعطانا علم ما مضا و ما بقی، همه علوم رو برای ما عنایت فرمودیم، و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا. خدایا یک عنایت خاصه ای کردی که قلب های مردم را با ما
لین ساختی، نرم ساختی. این قلبها عاشق امام حسین هست. ما برای حتی نزدیکان، برای پدر خود، برای همسر خود، برای فرزند شهید و جوان مرده خود حتی شاید 10 کیلومتر 20 کیلومتر پیاده نریم، اما ببینید عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام هزاران کیلومتر پیاده میرن، حتی از هند و پاکستان و از حرم امام رضا علیه السلام. و بعد فرمودن اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، خدایا ببخش اونهایی که برادران من را که چیکار کردن لزوار قبر ابو عبدالله الحسین علیه السلام. زوار قبر ابو عبدالله الحسین علیه السلام، الذين انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم، اونهایی که مال در راه امام حسین علیه السلام خرج کردند. همین الان ما خودمان را باید آماده بکنیم برای پیاده روی 40 ابو عبدالله الحسین. اونهایی که در استرالیا هستند، در آمریکا هستند، در اروپا هستند، از همین الان بلیط های هواپیمای خود را رزرو بکنند. اونهایی که در ایران هستند ثبت نام بکنند، در افغانستان، هر کس در هر جایی که هست مال در این راه بذل کردن، این ثواب هم دنیا دارد هم آخرت. در همین دنیا خداوند ده ها برابر اون را جبران میکند، در آخرت که معلوم هست. فرمودن و اشخصو ابدانهم، اونهایی که بدنهایشان را در این راه فدا میکنند، رغبتن فی برنا و رجاء لما عندک فی صلتنا. اینها چرا اینقدر خودشان را به زحمت میاندازند در زیر این آفتاب گرم که انسان نمیتواند نیم ساعت پیاده روی بکند، اینها چرا حرکت میکنند؟ به خاطر اینی که اینها میخواهند با ما دوستی بکنند، با ما محبت بکنند، میخواهند از این طریق با ما وصل بشوند. و سرورن ادخلوه علی نبیک صلواتک علیه و آله، اینها میخواهند اینقدر زحمت بکشند به خاطر اینی که مایه خوشحالی پیامبر گرامی اسلام باشند. بعد این چند دعا، فرحم تلک الوجوه التي قد غيرتها الشمس، خدایا رحم بکن به اون صورتهایی که آفتاب اون صورتها را تغییر داده است. چقدر عالی است اونهایی که حرکت میکنند به قبر ابو عبدالله الحسین علیه السلام، زیر این آفتاب صورتهایشان به خاطر امام حسین علیه السلام میسوزد، دیگه این صورتها در آتش جهنم مسلما نمیسوزد. وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة ابي عبد الله، خدایا رحم بکن به اون صورت ها، به اون وجه هایی که، گونه هایی که اینها به خاطر زیارت امام حسین علیه السلام تغییر پیدا میکنند. وارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمه لنا، خدایا رحم بکن بر اون اشک هایی که به خاطر محبت ما اینها و به خاطر رحمت ما اینها جاری می شود. وارحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، خدایا به اون قلب هایی که به خاطر ما می سوزد به اونها رحم بکن. وارحم السرخه التي كانت لنا، خدایا بر اونهایی که از بس قلب اینها با داغ ابو عبدالله می سوزد فریاد یا حسین بلند می کند. از همین جا ما میگیم لبیک یا ابو عبدالله حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا ابو عبدالله. از همین جا ما زیارت 40 ابو عبدالله حسین علیه السلام را از شما می خواهیم، نه تنها برای امسال، برای همه سالها تا آخر عمر، نه تنها برای خود ما بلکه برای همه عشاق و زوار ابو عبدالله الحسین، برای همه مؤمنین و مؤمنات از اقصا نقاط عالم. و اگر به هر دلیلی ما نتوانستیم، از همین راه های دور بگیم صلی الله علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابو عبدالله. لذا همه مؤمنین از همین الان انشاءالله آمادگی و شوق رفتن به 40 ابو عبدالله الحسین علیه السلام را بگیرند، و اونهایی که توانایی ندارن انشاءالله از همین الان یک مقدار پول ذخیره بکنن که دیگران را، دیگر عاشقان را که میتوانن به جای خود به نیابت بفرستن. و چه خوب هست که هم خود انسان مشرف بشود و هم چند تا مؤمن دیگر را که توانایی و خرج سفر را ندارد، اونها را هم
در این راه کمک بکند که اگر دعای خود ما در حق ما مستجاب نشد، مسلماً دعاهای اون عاشقان ابو عبدالله حسین علیه السلام که ما وسیله زیارت اونها شدیم حتما مستجاب می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.